به فروشگاه سلام بابا خوش اومدید. امروز با یک آنباکسینگ دیگه از برند سونی در خدمت شما هستیم و قرار یکی از تلویزیون‌های گیمینگ این برند در سال 2022 یعنی مدل X90K رو با هم دیگه آنباکس کنیم. اقلام هم را دستگاه رو ببینیم، راه اندازی اولی رو انجام بدیم و یک نیم نگاه کلی به تنظیمات تلویزیون سونی X90K داشته باشیم. پس با ما همراه باشیم. اقلام همراه تلویزیون سونی X90K دو عدد پای تی‌شکل از جنس فلز با قابلیت تنظیم ارتفاع در دو حالت، دفترچه راهنمای نصب تلویزیون، دو عدد کابل برق برای تلویزیون سونی X90K، دفترچه مشخصات و راهنمای کار با دستگاه، 4 عدد پیچ برای اتصال تلویزیون به براکت دیواری، ریموت کنترل شرکت سونی و یک جفت باتری نیم قلمی در این تلویزیون تعبیه شده. با ما همراه باشید با نصب پایه‌های تلویزیون و راه اندازی اولیه تلویزیون سونی X90K. خب دوستان، ویدیو های تلویزیون سونی X90K شامل دو عدد پورت USB میشه که یکیش نسخه USB 3 هستش. خروجی صدای اپتیکال رو داریم، ورودی جک هدفون، ورودی های AV، 4 عدد پورت HDMI که HDMI 3 و 4 اون HDMI نسخه 2.1 هستش که 4K 120Hz رو در اختیار شما قرار میده، ورودی شبکه و گیرنده شبکه داخلی از جمله ورودی های تلویزیون سونی X90K هستن. خب دوستان، تلویزیون رو نصب کردیم روی پایه‌هاش، دستگاه آماده به کار هستش، روشنش می‌کنیم. به واسطه ریموت کنترل که میبینید لوگوی سونی میاد بالا. و یه خود بعدش لوگوی معروف رابط کاربری گوگل TV. تسکا داره لود میشه. خب نوشته گوگل TV اومد بالا. و خب صفحه خوشامدگویی میاد بالا و از ما میخواد که زبان دستگاه رو انتخاب کنیم. ما میایم پایین، زبان فارسی رو پیدا کنیم. خب اینم از زبان فارسی. قسمت بعدی از ما میخواد که منطقه یا کشور رو انتخاب کنیم. میایم پایین تر، کشور ایران رو بزنیم. اینم از ایران. خب ما نمیخوایم گوگل تیوی رو فعلا راه اندازی کنیم، هم راه اندازی بیسیک رو میزنیم. به وایفای نمیخوایم متصل بشیم، رد شدن رو میزنیم. اینجا شرایط رو میپذیریم. و خب اینم از دموی براویا سونی. اینم نوشتیم براویا. حالا میریم برای تنظیمات اولیه. خب شروع میزنیم. قسمت اول از ازمون میخواد که سیاست حریم شخصی رو قبول کنیم، بخونیم، با همه معارف موافقم رو میزنیم و ادامه. اینجا میخواد که شما حالت ذخیره نیرو رو تعیین کنیم. ما فعلا قصد نداریم هیچ کدوم رو انتخاب کنیم، فعلا خاموش باشه این حالت. میگه که میخواید کانال دریافت کنید،
اینجا پرش رو میزنی فعلا نمیخوایم کانالی بگیریم. میگه دستگاه میخوای به تلویزیونتون متصل کنی، فعلا قصدی نداریم. اینا رو رد میکنیم. وضعیت قرار گرفتن تلویزیون، الان دستگاه تو که میبینین روی میز و روی پایه هاشه، پس پایه رومیزی رو میزنیم. تنظیم خودکار صوتی رو اینم رد میکنیم، باش کار نداریم. اینم قسمت اپل ایر پلی هستش، بعدی رو میزنیم و اینجا رو هم قبول میکنیم و تنظیمات انجام شد، تکمیل رو میزنیم. بریم که وارد محیط گوگل تیوی دستگاه بشیم. بله، همینطور که میبینید تلویزیون اومد بالا. اینم از سیستم عامل اندروید با رابط کاربری گوگل تیوی. خب دوستان، همونطور که میبینید اینم از کیفیت تصویر تلویزیون سونی X90K با پنل وی ای و بکلایت فول آرای LED. واقعا کیفیت تصویر محشعی داره این تلویزیون. خب دوستان، بریم که با هم دیگه تنظیمات سونی X90K رو ببینیم. دکمه تنظیمات روی ریموت رو که فشار بدید، این قسمت یک سری تنظیمات میانبر و سعی در اختیار شما قرار میده که همشون هم قابل ویرایش و شخصی سازی هستن. ما میریم اینجا قسمت تنظیمات کلی رو با هم دیگه ببینیم. اولین قسمت تنظیمات راه اندازی گوگل تیوی هستش که شما یک اصلا ایمیل میخواید و دستگاهتون هم به اینترنت متصل باشه و میتونید با استفاده از حساب گوگل یا همون حساب کاربری گوگل تیوی دستگاه رو راه اندازی کنید. ما فعلا با این قسمت کاری نداریم. میریم قسمت پایین‌تر، ورودی ها و ورودی های خارجی دستگاه هستش. اولین قسمت مربوط به کانال ها هستش که شما میتونید کانال یابی رو به صورت دستی یا خودکار انجام بدید و یا لیست کانال هاتون رو ویرایش کنید و براشون برچسب بذارید و اسم تعیین بکنید. قسمت بعدی تنظیمات ترجیحی کانال، مثل تنظیمات زیرنویس یا حالا تنظیمات پخش صوتی کانال ها. قسمت بعدی تابلو اعلانات هستش. موقعی که شما بین کانال ها سویچ میکنید، اگر این گزینه غیر فعال باشه، هیچ اطلاعاتی رو در خصوص کانال بعدی به شما نمایش نمیده و بهتره که این گزینه روشن باشه موقعی که سویچ میکنید، اسم شبکه، کانال، فرمتش رو برای شما بیاره. قسمت بعدی ورودی های خارجی دستگاه هستش که شما میتونید دستگاهایی که به تلویزیون متصل میشن رو اینجا مدیریت بکنید. مثلا شما میتونید راه اندازی دستگاه خارجی بزنید و اینجا هر دستگاهی که مد نظرتون بود، مثل کنسول یا دستگاه پخش DVD یا هر وسیله دیگه رو به تلویزیون متصل کنید و برای تلویزیون تعریف بکنید. قسمت مدیریت ورودی ها، اینجا شما دوستان میتونید ورودی های دستگاه مثل گیرنده دیجیتال یا پورت‌های HDMI 1 2 3 4 و ورودی های AV‌تون رو مدیریت بکنید، براشون اسم تعیین بکنید، برچسب بذارید که مثلا مشخص کنید اجتماعی 1 یا 2 من مرتبط به کدوم وسیله یا کدوم دستگاه هست. شما حتی میتونید یه سری از ورودی ها رو مثلا مخفی بکنید. مثلا من اجتماعی 1 رو اگه بزنم، این قسمت نمایش این ورودی رو تیکش رو بردارم، دیگه دستگاه من اجتماعی 1 رو به من نشون نمیده، حتی من اگر دستگاهی هم بهش متصل کرده باشم. خب این از قسمت مدیریت ورودی ها. تنظیمات برایو سینک رو ما کار نداریم. قسمت فرمت سیگنال HDMI، اینجا شما میتونید تعیین کنید که اون سیگنال HDMI دستگاه شما به چه صورت باشه. مثلا HDMI که ما الان رو فرمت استاندارده، شما میتونید رو فرمت تقویت شده هم بذارید که 4K60 فریم رو برای شما به نمایش بده، یا مثلا HDMI سوم دستگاه که از نوع کانال برگشت صدا هست، شما میتونید رو فرمت تقویت شده Dolby Vision قرار بدید که هم متای Dolby Vision رو به شما نشون بده، همین که بهترین خروجی صوتی رو برای سیستم خونگی شما لحاظ بکنه. حتی فرمت تغییر شده BRR یا همون نرخ تاسازی متغیر رو هم داره. اگر کنسول PS5 یا Xbox سری X متصل کردید، حتما HDMI 3 دستگاه رو فرمت تغییر شده BRR قرار بدید. قسمت بعدی تنظیمات پیشرفته هستش برای ورودی RS232C که میگه از طریق درگاه HDMI باشه. حالا این گزینه زیاد مهم نیست، این ورودی بیشتر تو قدیمی، این ورودی بیشتر حالا تو تلویزیونای مدل پوینتر هستش، ولی خب اینجا نداره. قسمت بعدی بخش نمایش صدا هستش که میتونید تنظیمات صدا و تصویر تلویزیون رو انجام بدید. خب اول میریم بخش تصویر دستگاه. حالت تصویر رو اینجا شما میتونید عوض بکنید. حالت این مثل حالت روشن، حالت استاندارد، حالت سینما، حالت IMAX Enhanced، حالت سفارشی و حالت بازی و اینا رو هم داره اگر کنسول متصل کردید. تنظیم مجدد، خب طبیعتا میدونید اگر تنظیماتی رو انجام دادید، شما میتونید تنظیم مجدد رو بزنید برگرده به حالت خودکار. قسمت بعدی حالت تصویر خودکار هستش که اگر شما روشن بکنید این قسمت رو،
خودش با توجه به نوع محتوا و ورودی بهترین حالت تصویر رو برای شما انتخاب میکنه. قسمت بعدی حسگر نور دستگاه هستش که میتونید روشن کنید یا خاموش کنید و با توجه به نور محیط روشنایی و تون رنگ ها رو خودکار برای شما انتخاب بکنه. قسمت بعدی تنظیم خودکار صدا تصویر هستش که با توجه به محیط، سر و صدای محیط و اونجایی که تلویزیون قرار گرفته بهترین نوع خروجی صدا تصویر رو در اختیار شما قرار میده. قسمت بعدی روشنایی هست. شما میتونید به صورت دستی روشنایی دستگاه، کنتراست، گاما و حتی تنظیمات HDR رو تغییر بدید. میزان سیاهی و تنظیم سیاهی رو هم میتونید اینجا لحاظ کنید که کم یا زیاد یا متوسط باشه و میتونید بهبود کنتراست پیشرفته رو هم برای تلویزیون فعال یا غیر فعال کنید کلا یا روعات زیادش باشه مثلا که دستگاه کنتراست بهتری رو در اختیار شما قرار بده. کم نور کردن خودکار برای محیط‌های به اصطلاح تاریک اگر تلویزیون در اون قسمت ها باشه میتونید پایین‌تر یا بالاتر بذارید. حد اکثر روشنایی رو میتونید تنظیم کنید. قسمت بعدی قسمت رنگ ها هستش که شما میتونید رنگ، تمایل رنگ، دمای رنگ رو شخصی سازی کنید. قسمت بعدی میزان شفافیت هستش، میزان وضوح، خلق واقعیت، سیستم کاهش نویز رو میتونید فعال یا غیر فعال کنید. قسمت بعدی قسمت حرکت یا همون موشن فلو دستگاه هستش که شما اینجا میتونید رو حالت اتومات بذارید یا خودتون به صورت دستی یا یک نواختی تصویر یا وضوح تصویر رو کم و زیاد کنید که نذارید دستگاه در صحنه های اکشن و سری، صحنه هایی که فریم بالاتری دارن، سرعت بیشتری دارن، صحنه تیر و تار نشن. حالت فیلم دستگاه رو هم میتونید کم و زیاد بذارید، توضیحاتش هم اینجا نوشته. قسمت بعدی سیگنال ویدیو هستش. حالت HDR رو شما میتونید تغییر بدید، HDR در HMG و غیره. حتی میتونید حالت HDR دستگاه رو خاموش کنید یا رو حالت اتومات بذارید که با توجه به نوع ورودی تنظیم بکنه. دامنه ویدیو اجتماعی فعلا غیر فعاله چون ما HDMI متصل نکردیم. دامنه رنگ ها همونطور که میبینید از sRGB، DCI-P3 و Adobe RGB هم پشتیبانی میکنه این تلویزیون. قسمت بعدی تنظیم رنگ ها هستش که شما میتونید تنظیمات بسیار زیادی رو برای رنگ تلویزیون انجام بدید و به دلخواه شخصی سازی کنید. قسمت بعدی نسبت تصویره که الان حالت کامل هستش و با توجه به نوع محتوا و ورودی بهترین نسبت سفر رو برای ما انتخاب میکنه. قسمت بعدی تنظیمات مرتبط با صدا هستش. اینجا شما میتونید تنظیم خودکار صوتی رو انتخاب کنید که خود تلویزیون با استفاده از میکروفون داخلی که داره و صدای محیط رو اندازه میگیره بهترین خروجی صدا در اختیار شما قرار میده. حالت صدا الان رو استاندارد هستش. ببینید حالت صدا روات استاندارده، حالت گفتگو رو داره برای تقنیت دیالوگا، حالت سینما، حالت موسیقی برای زمانی که به موزیک گوش میدید، حالت ورزش موقعی که میخواید یه برنامه مثلا فوتبالی ببینید و محتوای دالبی آدیو برای تجربه صدای سه‌بعدی و فراگیر. سفارش سازی صدا رو میتونید انجام بدید. حالت فراگیران روات اتومات هستش. میتونید دستی اینا رو کم و زیاد کنید. سیستم اکولایزر رو داره که برای هر فرکانس صدا میتونید به صورت کاملا سفارشی تنظیمات خودتون رو اعمال کنید. و اینم افزایش دهنده کیفیت گفتگو یا همون تقویت دیالوگا در فیلم هستش و نویز اونا رو کمتر میکنه که صدای بهتری به گوش شما برسه. صدای خودکار پیشرفته خاموشه. بالانس بلندگوها، اینکه تعیین کنید از کدوم اسپیکر صدای بیشتری بده، از اسپیکر سمت چپ یا از اسپیکر سمت راست، رو مرکز باشه بهتره. قسمت بعدی موقعیت تلویزیون که ما الان روی پای رومیزی قرار دادیم. تنظیم مجددم که برای ریسیو کردن تنظیمات هستش. خروجی صوتی، خب الان خروجی صوتی روی بلندگوی تلویزیون هستش طبیعتاً. اینجا میتونید تنظیمات سیستم های صوتی که به دستگاه متصل هستن رو انجام بدید، مثل سیستم صوتی سینما خونگی یا ساندبار یا اسپیکری که به دستگاه وصل هستش. کانال برگشت صدا رو میتونید خاموش روشن کنید که HDMI 3 دستگاه هستش. همگام سازی صدا و تصویر که روات اوتوماتیک هستش. و یه سری تنظیمات دیگه که میتونید از این قسمت انجام بدید. قسمت بعدی قسمت شبکه و اینترنت هستش که شما اینجا میتونید از طریق وای فای
من روشن بکنم. میتونید به شبکه وای فای و اینترنت متصل بشید، به شبکه جدید اضافه کنید، حتی میتونید تعظیمات پروکسی آی پی و وضعیت شبکه رو برای پورت لن دستگاه تعریف کنید و به شبکه داخلی متصل بشید. این هم قسمت وای فای دایرکت هستش که شما میتونید با استفاده از وای فای دایرکت صفحه نمایش لپتاپ، تبلت یا حتی سیستم خانگیتون رو مستقیم بیاید روی تلویزیون. قسمت بعدی قسمت حساب ها و ورود به سیستم هستش. اینجا شما میتونید برای هر شخص یک پروفایل حساب تعریف کنید. الان که در دسترس نیست حتما باید گوگل تیوی رو راه اندازی کنیم، بعد این قسمت برای ما باز میشه. هر شخص برای خودش یک اکانت، یک یوزرنیم و پسورد میتونه تعریف کنه که تنظیمات دلخواه خودش رو داشته باشه، برنامه‌های مد نظر خودش رو نصب کنه و حتی کانال‌های دلخواه خودش رو داشته باشه و اینجوری هر کس میتونه داخل تلویزیون یک پروفایل جدا داشته باشه. قسمت بعدی قسمت حریم خصوصی هستش. اینجا شما میتونید لوکیشن رو، حالا ما خاموش کردیم وضعیت مکان، استفاده و ای بی آی رو شما میتونید روشن بکنید که اگر دستگاه ای و ایرادی داشت خودکار برای شرکت سونی بفرسته. اینجا قسمت اجازه های برنامه هست یا همون پرمیشن اپلیکیشن هاتون که مثلا چقدر از اطلاعات سیستم در اختیارشون باشه، چقدر حافظه رو بتونن، چقدر چه مقدار از حافظه رو بتونن بگیرن، اشغال کنن و یا اینکه بتونن از دوربین دستگاه استفاده کنن یا به لوکیشن دستگاه دسترسی داشته باشن. اینجا شما میتونید اجازه دسترسی به برنامه ها رو بدید. قسمت بعدی قسمت برنامه ها هستش. اینجا برنامه‌ای که اخیراً باز کردید بهتون نشون میده و سمت چپش هم یک سری اطلاعات در مورد برنامه مثل نوع نسخهش، باز کردن، اینکه برنامه‌ای رو توقف اجباری بزنید یا غیر فعالش کنید، چه مقدار فضا گرفته، اینکه داده‌های اون برنامه رو پاک کنید یا کلاً برنامه رو حذفش کنید، اینجا به شما میده و بازم اینجا میتونید دسترسی و اجازه های یک برنامه رو تعیین کنید. این قسمت امنیت و محدودیت هم برای اینه که اگر شما زمانی خواستید اپلیکیشنی بجز فروشگاه گوگل پلی استور برای تلویزیون نصب کنید، به دستگاه این اجازه رو بدید که اوکی هست و اجازه بده که این اپلیکیشن رو نصب کنه. مثلا شما یه اپلیکیشنی رو فلش حالا یو اس بی چیزی می‌خواید برای دستگاه نصب بکنید، می‌تونید قسمت اینجا اجازه بدید که از منابع ناشناس هم برنامه نصب بکنه. قسمت بعدی تنظیمات مرتبط به سیستم هستش. اینجا قسمت دسترس‌پذیری هستش. شما میتونید تنظیمات زیرنویس رو اینجا انجام بدید. نوشتار با کنتراست بالا رو میتونید فعال یا غیر فعال کنید. تبدیل نوشتار به گفتار که از سرویس‌های گفتاری گوگل استفاده میکنه، شما میتونید صحبت کنید و خود تلویزیون تبدیلش میکنه به متن نوشتار. درشنمایی متن رو میتونید فعال و غیر فعال کنید که متن درشت‌تر نشون داده بشه. و یک سری موارد جزئی دیگر که خب قسمت بعدی قسمت درباره دستگاه هستش. شما اینجا میتونید بررسانی نرم افزار سیستم یا همون اندروید دستگاه رو آپدیت کنید. الان روایت بررسانی خودکار هستش. اسم دستگاه سونی XR55X90K هستش. این قسمت برای ریسیت کردن تنظیمات و کل حافظه دستگاه هستش. این قسمت رو شما اگر بزنید دستگاه به تنظیمات دیفالت کارخونه برمیگرده، یعنی هر اپلیکیشن و برنامه‌ای هم که روش نصب بوده، هر داده‌ای هم که روش نصب بوده، دستگاه کلا ریسیت میشه. اینجا وضعیت دستگاه مثل آی پی آدرس، بلوتوث، شماره سریال و غیره هستش. قسمت اطلاعات هومدون رو کار نداریم. سیستم عامل اندروید نسخه 10 نسخه هستش هم اینجا برام نوشته. یه سری اطلاعات کلی اینجا به شما میده. تاریخ و زمان، خب اینجا شما میتونید زمان و تاریخ رو تنظیم کنید، منطقه زمانی و اینکه قالب ساعتتون 24 ساعته باشه یا 12 ساعته. اینجا هم که شما میتونید زبان دستگاه رو تغییر بدید. صفحه کلید که میتونید صفحه که چند زبانه اضافه کنید که زبانهای غیر از فارسی هم شما بتونید تایپ بکنید. قسمت فضای ذخیره سازی برای مدیریت فضای ذخیره سازی هستش. طبق خود اعلام شرکت سونی 16 گیگابایت هستش، ولی خب قسمت زیادی از حافظه و سیستم عامل و برنامه‌های از پیش فرض گرفته شده اشغال کرده. الان می‌بینید فضای ذخیره سازی 4.5 گیگ در اختیار کاربر قرار می‌گیره. اینم درایو یو اس بی منه که به تلویزیون متصله. حالت برق و انرژی، شما میتونید بینسازی انرژی رو انجام بدید یا همون حالت ذخیره نیرو که دستگاه برق کمتری مصرف کنه. راه اندازی مجدد برای زمانی میشه که شما یه سری تنظیمات رو انجام دادید، حالا میخواید تنظیمات کارخونه رو دوباره چیز کنید، برگردونید. میایید این قسمت راه اندازی مجدد رو میزنید و دستگاه میشه همون تنظیمات دیفالت کارخونه. اینجا قسمت کنترل های والدین هست که شما میتونید رو کانال ها یا یک سری از ورودی های دستگاه محدودیت اعمال کنید. روی برنامه ها و حتی زمان استفاده از تلویزیون هم اینجا محدودیت
ایجاد کنید برای کودکتون، مثلا یه تایم خاصی رو از تلویزیون استفاده کنید، یه برنامه‌های خاصی رو فقط بتونه با تلویزیون باز بکنه، یا یک سری فقط کانال‌ها رو بتونه ببینه. حتی میتونید تغییر پین رو اینجا بزنید و برای اون کانال‌ها برنامه‌ها کد بذارید و نذارید که بچه‌تون هر برنامه یا کانالی خاص باز کنه. حساسیت میکروفون تغییر شده، خب اینجا میتونید حساسیت میکروفون رو کم و زیاد کنید. نشانگر LED همون قسمت چشمی دستگاه هستش. صدای سیستم رو شما میتونید کم و زیاد کنید که صدای دینگ دینگ از تلویزیون ند موقعی که دارید قسمت تنظیمات کار میکنید. اینجا هم که اپل ایرپلی و تنظیمات هوم کیت تلویزیون هستش، دیوایس هایی که iOS هستن رو میتونید اینجا به تلویزیونتون متصل کنید. و این هم تنظیمات حالت فروشگاه هستش که میتونید رو حالت دموی فروشگاه قرار بدین. خب ما فعلا با این قسمت کاری نداریم چون نمیخوایم از حالت دموی دستگاه استفاده کنیم. قسمت بعدی کنترل از راه دور و لوازم جانبی هستش. لوازمی که با بلوتوث به دستگاه متصل هستن، شما میتونید اینجا هر وسیله‌ای که بلوتوث داره، مثل هدفون، هندز فری یا حتی اسپیکر، اینجا از طریق بلوتوث به تلویزیون کانکت کنید و تعریف کنید. حتی میتونید دوربین جانبی براویا کم هم که باید به صورت جدا بخرید، میتونید این قسمت به تلویزیون متصل کنید و اون دوربین براویا کم رو بالای تلویزیون بذارید و حالا قابلیت جالبی هم در اختیار شما قرار میده، اونم یک ویدیو جدا توضیح میدیم. قسمت راهنمایی و بازخورد یا همون فیدبک دستگاه هستش که اینجا در مورد راهنمایی دستگاه، راهنمایی الکترونیک دستگاه هستش. خب همونطور که میبینید اینجا وضعیت ابیابی، تماس با ما و راهنمای کار و کمک با دستگاه هستش. ابیابی، ابیابی سر به اینترنت، وضعیت شبکه و کلی گزینه دیگه که اینجا خودتون میتونید مطالعه بکنید. خب اینم از تنظیمات تلویزیون سونی X90K. خب دوستان اینم از آنباکس، راندازی اولیه و نگاه کلی به تنظیمات تلویزیون سونی X90K. بررسی کامل‌تر این تلویزیون با جزئیات بیشتر داخل وبسایت، آپارات و کانال یوتیوب سلام بابا هست، میتونید برید ببینید و لذت ببرید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.